تازه های خبر از آریانا، امشب با اورانوس مصمم. رئیس جمهور کرزای معارف و تحصیلات را جای سیاست برای جوانان نمی‌داند. بیش از 100 دانش آموز در ولایت سرپل مسموم شدند. و رئیس جمهوری ترکیه پذیرفت که جت جنگنده یک کشورش حریم هوایی سوریه را نقض کرده بود. به نام خداوند یکتا و مهربان، با عرض سلام. روز شنبه سوم سرطان سال 1391 خورشیدی است که برابر می شود با 23 ماه جون سال 2012 میلادی. مشروع خبرها. نهادهای معارف و تحصیلات عالی جای سیاست بازی نیست و جوانان باید در این نهادها مصروف فراگیری علم و دانش باشند. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان همچنان نظام کانکور را کهنه دانسته و خواهان تغییر آن گردید. رئیس جمهور کرزی می خواهد تا مضامین ساینسی و لسانهای خارجی در پوهنتونها رشد کند. ظاهر قادری گزارش می دهد. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان خواستار اصلاح نظام معارف و تحصیلات عالی کشور شده است. رئیس جمهوری افغانستان که در همایش فراخوانی ملی برای اصلاح نظام تعلیمی و تحصیلی افغانستان سخنرانی میکرد تاکید کرد نهادهای معارف و تحصیلات عالی افغانستان جای به تعصبات قومی و سیاسی ندارند. جوانی که در پانتون به عوض درس برو به حزب و حزب بازی و بنمیدونم چی و بنمیدونم چی، او نه به خود خدمت میکنه، نه به فامیلش خدمت میکنه، نه به مملکتش. رئیس جمهوری کشور همچنان نظام آزمون کانکور در نهادهای تحصیلی را کهنه دانسته خواستار تغییر قانون آزمون کانکور شده است. از ما یک پیشنهاد دادی چیو خوبه کانکور اصلاح کو، بل یه بل عربلم که دایسی حقا داده چی حقا شاگردان حلکان اون جنی چه پل سم سمف کی یول سم سمف کی او دول سم سمف کی په امتحانو کی اول دوهم دریم څلرم تر پنځم پور راغل دي هغوی بیا کانکور شامل کی پانتون. این در حال است که پایین بودن ظرفیت برای جذب جوانان در نهادهای تحصیلات عالی یکی از نگرانی هایی است که در چند سال گذشته ابراز می شود. در حال حاضر 3 میلیون کودک واجد شرایط افغان در مناطق دوردست و ناامن از رفتن به مکتب باز ماندند که بیشتر آنها دختران اند. مسئولان در وزارت معارف با بیان این مطلب میگویند نبود ساختمان برای 7000 مکتب در سراسر افغانستان چالش دیگر است که این وزارت با آن روبرو است. بر اساس ارقام وزارت معارف اکنون 9 میلیون کودک و نوجوان افغانستان در 16000 مکتب مصروف آموزش اند. جزئیات این گزارش را هم ظاهر قادری تقدیمتان میکند. گسترش مشکلات در نهادهای آموزشی افغانستان و بیکاری، مسئولان وزارت‌های معارف، تحصیلات عالی و کار امور اجتماعی را دور هم جمع کرده است. این وزارت‌ها امایش 3 روزه را زیر نام فراخوانی برای اصلاح نظام آموزشی در کابل برگزار کردند. وزیر معارف افغانستان توجه به آموزش‌های مسلکی، اصلاحات در چگونگی دادن بورس‌های تحصیلی و دادن نقش بیشتر به سکتور خصوصی را یکی از اهداف عمده این وزارت عنوان کرد. با گفته وی دور ماندن 3 میلیون کودک واجد شرایط از مکتب، نبود ساختمان برای 7000 مکتب و کمبود استادان مسلکی از چالش‌های فرارای این وزارت میباشد. دی تشکیل کموالی دی سبب شوایدی چه دی هر 8400 د کون کول لپاره یو خون کوي ولرو چه دی با کیفیت تعلیم دی معیارونو سره قطعا مطابقت نکړي. پنځم، د پوهنې په نظام کې یوازې 50% ښوونکي د کمترینو مسلکي زده کړو څخه برخورداره دي، متباقي 50% حتی دا کمې مسلکي زده کړې هم نه لري. تأکید بر ایجاد هماهنگی میان وزارت‌های معارف، تحصیلات عالی و کار و امور اجتماعی مورد دیگر است که مسئولان بر آن اشاره می‌کنند. طول و مرستندوی و ادارو، ملی سوداگر و خیریه مؤسسو او مدنی طولن څخه غوښتنه کوم تر څو د هیواد پوهنتونونو سره د توان په اندازه مالی، معنوي او مادي مرسته وکړي. رسیدگی به مسئله اصلاح و انکشاف نظام تعلیمی، تحصیلی و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای گام دیگر است در این راستا.
کمبود اشتغال در افغانستان یکی از نگرانی های است که با گذشت هر روز در حال افزایش دانسته می شود. اما حکومت می گوید راهکارهای سنجیده خواهد شد تا با این مشکل مقابله صورت گیرد. تراژدی مسمومیت دانش آموزان دختر به ولایت شمالی سرپل نیز رسید. امروز بیش از 100 دانش آموزان دختر لیسه نسوان امامی یحیی بر اثر سمپاشی مسموم شدند. لال محمد احمد زئی سخنگوی زون پامیر به آریانا گفته است که دانش آموزان به شفخانه حوزه سرپل منتقل شده و تحت مراقبت قرار دارند. رئیس شفخانه حوزه سرپل میگوید که دانش آموزان از یک نوع حساسیت جلدی و خارش شکایت دارند. جزئیات بیشتر در این گزارش. باز هم خبر مسمومیت دانش آموزان در یکی از ولایت‌های شمالی افغانستان. این بار ده‌ها دانش آموز دختر در سرپل مسموم شدند. این رویداد که صبح روز شنبه اتفاق افتاده، بیش از 100 دانش آموز لیسه امام یحیی به شفاخانه مرکزی شهر منتقل شدند. هرچند مقامات محلی سرپل از ابراز نظر در این مورد خودداری کردند، اما لال محمد احمد زئی سخنگوی زون 303 پامیر تایید می‌کند که دانش آموزان به طور نامعلوم مسموم شدند. 60 نفر از دانش آموزای لیسه نسوان امام خرد در ولایت سرپل اینا به علت نامعلوم تسمم شدند و فعلا به شفاخانه انتقال داده شدند، تحت تداوی قرار دارند. در همین حال دکتر هارون رئیس شفاخانه حوزه وی سرپل میگوید بیش از 100 دانش آموز به شفاخانه مراجعه کرده اند و زیر مراقبت های صحی قرار دارند. والا من از مکتب امام سیرت اوناسش یک خارش جلدی تحقیق پیدا کرده باز کلش برخطا شده آمان شفاخانه کنم اراز خاص نیست کنم چیز تخمومی. در همین حال حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان عامل پاشیدن گاز در مکتب ها را کار دشمنان افغانستان می داند. سوک شد افغانستان به مکتبو که گاز پاشی حقه تحجت تحلیل نسته نگواری چه افغانان تعلیم یافته سی در سوک چی چرا گواری افغانان تعلیم یافته سی هر سوک چی دی در افغانستان دشمنان که. اما به باور دکتران وضعیت این دختران مشابه به وضعیت دخترانی که پیش از این در شماره از مکاتب دیگر افغانستان مسموم شده بودند نیست. دکتران میگویند دانش آموزان مسموم شده از یک نوع حساسیت جلدی همراه با سوزش و خارش شکایت دارند. باز هم خوش آمدید. 24 تن از جمله زنان و کودکان در جریان سیلاب های دو روز گذشته در ولایت غور جان باختند. صدها جریب زمین زراعتی در جریان این سیلاب ها تخریب شده و نیز ده ها مواشی از بین رفته است. مقام های محلی میگویند تاکنون هیچ کمکی از سوی دولت به مناطق سیلاب زده ارسال نشده است. از سه روز بدین سو ریزش باران های شدید در ساحات مختلف ولایت غور آغاز شده است. آنگونه که مسئولان محلی در این ولایت میگویند بیشترین خسارات مالی و جانی را باشندگان ولسوالی شهرک این ولایت متقبل شدند. عبدالله خطیبی سخنگوی والی این ولایت میگوید تازه ترین بررسی ها نشان میدهد که بیش از 24 تن به شمول زنان و اطفال در سرازیر شدن سیلاب ها هلاک شدند. به گفته او 9 تن دیگر نیز در این رویدادها زخمی شدند. از طبق معلوماتی که از ولسوالی ها رسیدند تعداد کشته شدگان در اثر سیلاب 24 نفر و زخمی ها 9 نفر وانمود شدند. سرک های ارتباطی بین ولسوالی ها و قرای مربوطه به کلی مسدود شده و دشت زراعت مردم درخت و اشجارشان کلا از بین رفته. سخنگوی والی غور میگوید به دلیل مسدود بودن اکثر راه‌های مواصلاتی مناطق سیلاب زده تا کنون به صورت دقیق از تلفات وارد آمده معلومات به دست نیامده است. به گفته او صبح امروز جلسه اضطراری برای کمک رسانی به مناطق آسیب دیده در شهر چغچران مرکز این ولایت دایر گردید. او تایید کرد که تاکنون هیچ کمکی از سه روز بدین سو به سیلاب زدگان در ولایت غور صورت نگرفته است. یک تن از رانندگان در ولسوالی شهرک ولایت غور میگوید از دو روز بدین سو بیش از 40 موتر مسافربری و باربری در گل و لای گیر ماندند. شماری از باشندگان این ولایت نیز مسئولان محلی را متهم به سلنگاری میکنند. آنان میگویند بیش از 30 تن به خصوص چوپان ها و هزاران رسم واشی نیز تاکنون لادرک. خانواده قربانیان رویداد دیروز بند قرقه کابل خواهان به محاکمه کشاندن عاملان این رویداد شدند. آنان این عمل گروه طالبان را غیر شرعی و انسانی دانسته خواهان قطع این حملات از سوی این گروه شدند. شفیق الله سالنگی این گزارش را تهیه کرده است. اینجا آرامگاه فدامامد است. جوان 16 ساله که جمعه شب از سوی طالبان در بند قرقه به شهادت رسید. میریم در مورد شهادت از این جوان از خانوادش میپرسیم که چگونه ابراز نظر میکنن. این تصاویر
مربوطه کسانی هستند که در رویداد شب جمعه در بند قرعه کابل از سوی مهاجمان انتحاری کشته شده اند. پتا محمد 16 ساله صنف 12 مکتب بود و روزهای پنجشنبه و جمعه به خاطر پیدا کردن یک لقمه‌نان در رستوران اسپوژمای کار میکرد. و این هم عاقل شاه کارمند اداره ملی نرم و استاندارد که با همکاران خود به این رستوران به مهمانی آمده بود. خانواده های کشته شدگان رویداد بند قرقه این عمل طالبان را وحشیانه می خوانند. الله بچه طالبا گور شو بچه نوجوان مرا گور بچه دوازده باز مرا گور. یا وحشیانه هستند، خراب مردم هستند، یا باید پنجه قانونی چی شوند. بی بسیار جای بسیار خمنگیز است. نبادای تنها در قرقه، در منطقه و در جای این مردم امتحاری بی یقم بر مردم جور کنند. این خواهر فدا محمد است که میگوید قرار بود تا دو هفته دیگر برادرش نامزد شود، اما طالبان با انجام این حمله برادرش را از وی گرفتند. این هم اعضای خانواده فدا محمد است که با سوگواری نشسته اند. اما عاقل شاه که غرض مهمانی به بند قرقه آمده بود 3 فرزند دارد که بزرگتر آن 11 ساله است و از طالبان می خواهد تا از انجام حملات انتحاری دست بکشند. از طالبان می خواهیم که دیگه انتحاری نکنه، مردم بیگناه را نکشه. فرم رفته دیگر تطیبه اونوی خود از بند قرقه مهمانی داشت، صبح خبر شده که پدرم شهید شد. اینجا هتل اسپوژمای است، محل که جمعه شب از سوی مهاجمان انتحاری مورد حمله قرار گرفت و 18 کشته به جای گذاشت. اینجا جای تفریحگاه برای برخی از شهروندان کابل بود که امروز مسدود شده است. شفیق الله سالنگی، تلویزیون آریانا، بند قرقه، شهر کابل. و خبر اخیر از کشور این که صدها تن از بزرگان قومی در ولسوالی های سرحدی ولسوالی شنوار ولایت ننگرهار در یک گرد همایی فیصله کردند که پس از این جلوه فعالیت مخالفان مصالح دولت را در مناطقشان میگیرند و سرحد میان افغانستان و پاکستان را خودشان حفاظت میکنند. در این حال آنان میگویند در چند سال گذشته دولت وعده اعمار بندها، سرک و شفخانه را داده است، اما به بهانه مشکلات امنیتی یکی از وعده ها هم عملی نشده است.